USA. حالا بچه ها جاگیری میکنن. یه موقعیت بسیار خوب. سروش توپشو به هر جهت میندازه ولی سعید نمیتونه، موقعیت خوبی نبود براش. بچه تیم افغانستان فشار بیشتری رو روی تیم آوردن. حالا بچه ها بازی رو شروع میکنن. حالا بچه تیم افغانستان توپو میگیرن. امیر توپو میگیره و به جایی نمیرسن. سریع برمیگرده، از سعید میخواد که جاشو پر بکنه. اون انتها بازی ادامه داره. هر دو طرف، یه آقایی هم حالا میاد اینجا یه پا دو پایی با توپ میکنه که خودشو نشون بده به دوربین ما. بالاخره کارش نمیشه کرد. حالا توپو میگیرن، توپ دست بچه های ما، شوتو میزنه و با کنش خوب دروازه‌بان تیم افغانستان بسیار سریع. بچه های تیم افغانستان با هوشیاری سعی میکنن بچه ها رو غافلگیر بکنن و این هوشیاری تیم اونا هستش. حالا توپو میگیره، دوباره جا باز میکنه و یه شوتی میزنه که بچه ها توپو میگیرن. صادق بلافاصله توپشو میفرسته و بچه های تیم مانع از ادامه این بازی میشن. تیم ایران بازی رو شروع میکنه. حالا یه شوت میزنه، دوباره توپ دستش میاد و بلاک میشه. اون گوشه زمین توپ به اوت میره. بچه ها به هم سفارش میکنن زمین رو بپوشونن. بچه ها تیم افغانستان سعی میکنن شیوه بازیشون رو اندکی عوض کنن، کمی سرعت دارن میدن به بازیشون. میبینین که سعی میکنن در داخل حرکت بکنن. حالا میاد اونجا یکی از بازیکنه ما ظاهرا یک ضربه بهش میخوره. بسیار جوانمردانه بازیکن تیم افغانستان معذرت خواهی میکنه و بازی ادامه پیدا میکنه. احمد رضا سعی میکنه توپو بندازه که شماره 8 مانعش میشه. پاس میدن، بچه ها سعی میکنه یه مقدار سری بشن. بسیار قشنگ این توپ گرفته میشه. بازی کم کم کمی سریع تر میشه. اوه، اینجا بچه های ما، داور به احمد رضا کارت زرد میده. بچه ها بسیار جوان مردانه و قشنگ عمل میکنن. سعی میکنه اون بازیکن رو بلند بکنه، ازش معذرت خواهی میکنن. بازی جریان پیدا میکنه. خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاد. توپو میفرستن. سروش، این بازیکن خوش اخلاق، توپو به جریان میندازه. بسیار قشنگ همدیگر رو میبینن. یک پاس قشنگ. بهترین صحنه رو با هم دوباره ببینیم. پاسو میفرسته، رو هوا بلند میشه و توپ از دستش میره. حرکت و کار گروهی بسیار قشنگ از بچه های IFPS. کورنر رو میزنن. حالا بچه های مقدار فشار آوردن و این تکتیک خوبی هستش که مربی بهشون دیکته کرده. اونجا کنار زنگ میبینیم بچه ها دارن خوشون رو گرم میکنن. حالا تیم افغانستان خروج قشنگ و اینجاست که صادق بسیار راحت و با اعتماد به نفس توپو میگیره. خوبه، جنگندگی خوبی دارن بچه ها. داور حالا روبروی دوربین ایستاده و ما کمی مانع ما هستش. از آقای داور هم ما تشکر میکنیم که حرکت کرد. یه شوت میزنه که بلاک میشه و اینجا میبینیم که هر دو تیم اشتهای حمله و گل دارن. حالا بسیار قشنگ شماره 10 قشنگ توپو میگیره با اعتماد به نفس. بسیار خوب، بچه ها ادامه کارو ازش میگیرن.
توپ میاد، توپو میگیره بازیکن تیم افغانستان و توپش به اوت میره. مربی دستورات خودشو به بازیکناشون میده. بچه ها با هم باز میکنن، سعی میکنن بازی رو باز بکنن. حالا تیم افغانستان دفاع بسیار خوب، بچه ها یه پاس تو و اینجا تکل سروش هستش که داور بهش یه کارت میده. کمی احساسات و عصبانیت بازی روی بازیکنام تاثیر میزنه. بازیکنش تیم افغانستان رو زمین احساس ناراحتی میکنه، سروش معذرت خواهی میکنه، بسیار ناراحت هست از اتفاقی که برای این بازیکن افتاده و صد البته قصدی برای این مسئله نداشت. بالا سر بازیکن میسته و بچه های تیم افغانستان با جوون مردانگی میپذیرنش، سعی میکنه ببینه میتونه کمکی بکنه. بسیار متاسفه، بچه ها نگران این بازیکن خوب افغانستان هستن. صادق گل کیپر میاد، این آقا هم دو مرتبه اومد جلوی ما ایستاد، دو مرتبه چه کار بکنیم دیگه، در شرایط سخت کار کردن هستش. از سرپرست تیم افغانستان کمی آب میارن، بازیکن هنوز احساس ناراحتی میکنه. تو این فرصت بچه ها با هم یک صحبتی میکنن. مربی تیم افغانستان تذکر میده که تعداد خطاهای بچه ها چقدره. این آقا دو مرتبه جلوی دوربین ما رژه میره. خوشبختانه اتفاق بدی برای این بازیکن نیفتاده. ببینیم آیا میتونه به بازی ادامه بده، ولی ظاهرن دارن از بازی میبرنش بیرون. سروش دستی به سر این بازیکن میزنه و به نوعی پشیمان بودن خودش از اتفاق غیر عمدی که افتاده اظهار میکنه. مربی افغانستان با داور صحبت میکنه تعداد خطا. بچه ها با هم رفاقت بسیار خوبی دارن و این خیلی قشنگ و خوب هستش. بسیار فضای خوبی بین این دو تیم هستش، واقعا دوست داشتنی هست. تیم افغانستان شروع به بازی میکنه، بازی ادامه پیدا میکنه. داور زمینی که کمی خیس هست سعی میکنه با کفشش کمی از لغزندگی کم بکنه. بازی برای دوتا تیم شروع میشه. توپو بلند میفرسته، داور اوت گرفته، صادق توپشو بلند میفرسته. بازیکن تیم افغانستان میبینیم که به راحتی جایی بر خوش باز کرده، حسین کوشکی. حالا توپو میگیره، ضربه میزنه، صادق از دستش در میره، ولی با شجاعت توپو میگیره و به سرعت بچه هاشو را میندازه. That was خیلی کار خوبی بود. بچه ها سعی میکنن کمی سرعت بدن. بازی به استراب بیشتری رسیده. حالا فشار بچه ها دم دروازه حریف. تیم افغانستان پاس بسیار قشنگی میده، بسیار قشنگ توپو مال خودش میکنه و این بچه ها معلومه که با هم کار کردن. توپو میگیرن، یه توپو میندازه و خیلی بلند بود، سروش بهش نمیرسه. بچه تیم افغانستان بسیار منظم، ببینید یه نفرشون دائم میگه توپو برای من بفرست و دروازبان توپش خیلی بلندتر از اون چیزی هست که قابل استفاده باشه. صادق داور اشاره به یه چیزی روی زمین میکنه، صادق گیجه، نمیدونه چیکار باید بکنه. داور میاد، مربی تیم دخالت میکنه، ظاهراً یه چیزی شی روی زمین هست که مربی تیمونو به بیرون میندازه، آقای بابک منتی. توپ رو هوا هست. حالا بچه ها یه کمی این چهارمین خطای بچه ها بودن. حسین کوشکی سعی کرد برگردون بزنه که متاسفانه به پشت بازیکن افغانستان اصابت میکنه. بازی به لحظات هیجانی خودش نزدیک میشه.
بچه تیم افغانستان تیم تو بازی رو شروع میکنن، بچه توپ مال خودشون کردن، تیم افغانستان توپ دوباره مال خودش میکنه و اینجا با داور آوانتاژ میده، بازی ادامه پیدا میکنه، توپ میفرستن. دو مرتبه حمله دیگه از جانب تیم افغانستان، شماره 10 توپ میگیره، بسیار قشنگ توپش دفع میشه، دو تا از بچه ها اجازه کار نمیدن و داور به نفع تیم IFPS رای میده، توپو میگیرن و اینجا داور ظاهرا اعلان یک خطا میکنه. ببینیم خطا به چه صورت براش برنامه‌ریزی میشه. توپ نتیجه نمیشه. ببینید بچه های تیم افغانستان به سرعت شکل میگیرن، یعنی بعد از چیز بلافاصله جایگیری میکنن، میان تو زمینه بچه ها میستن و سعی میکنن به قول معروف از این مسئله استفاده بکنن وقتی دفاع کمتر هست. خوبه، بچه ها می جنگن، توپو می گیرن. حالا امیر قدیانلو شوت، گل 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 گل، یک گل بسیار قشنگ و میره مربیشو می بوسه و تجدید عهدی که با مربیش کرده رو نشون میده. یه بازیکن رو زمین افتاده. این صحنه رو با هم میبینیم. امیر قدیانلو جلوی توپ با بازیکن جدال میکنه، با جنگندگی توپ از بازیکن میگیره، از نفر اول میگذره، اینجا یه پاس بسیار خوب و هوشمند بازی دوم میگذرونه، رد میشه و با پای چپ در جایی که یه بازیکن دیگه رو پاش میومد و دروازه‌بان جلوش ایستاده بود، یک گل استثنایی رو به ثمر میرسونه، گلی که سرنوشت این بازی رو عوض میکنه. کار گروهی بسیار قشنگ و مربیشو در آغوش میگیره. تیم افغانستان بازی رو شروع میکنه. هنوز یک بازیکن روی